جعبه سیب، انار، به پرتقال. میدی در دکونه آقا مصطفی. باشه، رسیدم میدی امضا میکنه میاریش مشغول. در ضمن یه جعبه پرتقال هم بده دکونه موسکا. خیلی خوب باشه. خب خدا حافظ. خدا به امرات. دکترم برو سوار شو. مرد خرفی میوا بالاش پول رفته مگه کوری؟ ببخشین اوز کازم نفهمیدم پام لیز خورد. حرفا بابات پول این جعبه رو تو باس از جیبه دادی فهمیده؟ به تو چه مگه اینجام باشگاه است؟ ولش کن آقا مصطفی، ولش کن، به من ببخشش. برو جونم، همش تقصیر من. این جونور رو میشناسم، خیلی نامرده. دیگه نبینم دست روش بلند کنی. به خدا زهرمو بهش میریزم. اون نمیدونه با چه ناتوی طرفه. به من ببخشش، تقصیر من گردن شکسته بود. داره بیا بریم سرکار. بیا همینجاست، سرکار خودشه، جلبش کن. بلند شو. واسه چی؟ بلند شو جلبت واسه این چه که 2000 تومنه که 3 ماه از موعدش گذشته و هی امروز و فردا میکنی. حالا ندارم، برو فردا بیا. نمیشه، ببری سرکار. ندارم بابا، ندارم. یالا ول کن در دکونه بابا. برو شو مصابه زندگی رو شوش کن. زودتر آقا بفرمی. دارو خوش نمیاد درد کنه کاسبی بسته بشه. باید یه کاری بکنم.
سلام علیکم. بخ سلام، مشکلم نهار خوردی پدر؟ آره خوردم. یه چای دیگه بیار. خیلی ممنونم. چه عجب، مشکلم از این طرف. قربون شما، دنبالت میگشتم. حسن گفت اینجایی. کاری داشتی؟ آره آقا مصطفی، میخواستم یه خواهشی ازت بکنم. اگه قبول کنی کلی سر من منت گذاشتی و با اسبانی کار خیلی شدی. چی شده پدر؟ گرفتاری پیش اومده؟ بفرمایید. قربون دستت. گرفتاری که چه عرض کنم، اگه کمک کنی یه نفر رو از گرفتاری نجات دادی. کیه؟ من میشناسمش. دلم میخواد نپرسی کیه، فقط اگه ممکنه 2000 تومانی به من قرض بده و هر ماه از حسابم کم بود. مشغولم. کیه که اینقدر برات عزیزه؟ عزیز که نیست، اما تو این دوره و زمونه آدم ها باید به درد هم برسن و به هم دیگه کمک کنن. وقتی که تو یه وجب جا آدم بخوابه دیگه به چه درده میخواد؟ حالا که تو میخوای باش، چای تو بخور بریم در خونه بهت بدم. خدا عوضت بده جم، خدا تو رو از ما نگیر. سلام علیکم. کاری داشتی پیرو من؟ میخواستم خواهش کنم اگه ممکنه اوسکازمو آزادش کنی. نمیشه پدر، اون به من بدهکاره، تا پولمو نگیرم فایده ای نداره. اگه بدهیشو بدم چی؟ هیچی، فوری آزادش میکنم. بفرما، اینم پولش. خب، حالا شد یه حرفی. چند دقیقه بیشتر طولش نمیدم، الان میام. سلام حسن. سلام آقا مصطفی. سلام از ما، مشغولم. حالا چطوره؟ قربون شما، خدا سایتو از سر ما کم نکنه. بفرماینم رسیده میوه. حسن بودو کمکش کن. چش. قربون شما. بابا چرا دخترم الان میری؟ مشغولم. قضیه چیه؟ چند وقته که دخترتو با خودت میاری؟ آره بابا، چی کار کنم، بدبختیه دیگه. از وقتی که خدا بیامرز مادرش عمرشو داده به شما، این بچه مونده رو دست، کسی هم نیست که ازش مواظبت کنه. مجبورم با بودو میرم. چشم. چیزی نیست پدر، چیزی نیست. نترس دخترم، نترس. چیزی نیست، الان میبریم ات مریض خونه. نه دیگه کار من ساخته. با این حرفا چیه پدر؟ ناسلامتی تو مردی. آقا مصطفی. چیه پدر؟ آقا مصطفی، خدا پدرتو بیامرزه، مرد خدا پرست و خوبی بود. اگه من مردم ریحانه رو به دست تو میسپنم. این تفلکی هیچ کس تو این دنیا نداری مثل دخت. بابی ها مرزدش. حسن تو برای ترتیب کفن و دفن شده تا من بیام. چشم مصطفی، بیچاره مشغول. باش دیگه خدا، باش، درد داره منو میکشه.
والا آقا مصطفی، این دردی که من میبینم یه درد پیش پا افتاده و ساده ای نیست که من بتونم درست بکنم. میگم بهتره بری پلوی یه دکتر شکسته بند و بدی یه عکس مکسی از این استخونهای کمرت برداره، اون وقت معلوم میشه قضیه از چه قراره. این دردی کار من و امثال من نیست، ما به درد شکسته بندی های کوچولو میخوریم و بس. شما در اثر فشار زیاده از حد عیب کرده و یعنی تا نفس داریم درد بود بکشیم دکتر؟ البته نه، ولی خطری که شما رو تهدید میکنه اینه که اگر عمل جراحی بکنیم امکان داره که پاد فلج بشه. بس میگه چیکار کنم دکتر؟ کاری که میتونیم بکنیم و بایدم بکنیم اینه که هفته یه بار با برق ماساژ بدیم و با روغنی که برات نوشتم هر روز به روی کمرت بمالی و مراقب باشی که سرما نخوره. چارش شاید خواست خدا اینه، ولی یه خبر بدتری که برات دارم و باید تحمل شنیدنشو داشته باشی اینه که در اثر فشار مهره‌ها به نقطه حساسی از کمرت متاسفانه از بچه دار شدن افتادی و هیچ چاره‌ای هم نداری. بیا با درستش کن، اومدیم ثواب کنیم کباب شدیم. متاسفم، شاید مشیت الهیه. چه میشه کرد؟ باید ساخت. خب چقدی با تقدیم کنم؟ باشه بعد آقا مصطفی، بعدن است. قربون شما، خجالت هم دادی. خدافظ شما، خوش آمدید. ای خدای بزرگ، تمام سرنوشتا به دست توست. خدایا روح مشغولم و قرین رحمت کن. پروردگارا کمکم کن، کمکم کن تا بتونم امانتی مشغولم و به سرمنزل خوشبختیش برسونم و دینم و بهش ادا کنم. به حق محمد و آل محمد منو شرمنده نکن یا رب العالمین. سلام علیکم. سلام اوسکازم، بفرمایید. نوکرتم. چه عجب از این طرف اوسکازم. قربون شما. والا آقا مصطفی این طرف رد می شدم اومدم یه احوالی بپرسم. چای بیاره؟ نه قربون شما، صرف شده. والا علت این که خدمت رسیدم اول از همه حال احوال بچه محله با معرفتمونو بپرسم، دوامندش با از این که مزاحم شدم یه خواهشی دارم که اگه التفات کنی کلی سر حقیرت منت گذاشتی و حق بچه محلی رو به جا آوردی. چی میخوای؟ بالا با آقای خودم عرض کنم چاکرت که به این سن و سال رسیده خوب و بد زمونه رو کلی مزه مزه کرده، چنیزی نداره که مادر بچه هاش بشه و براشون لالایی بگه. روی این اصل اگه منو به قلوم یه خونت قبول کنی میخواستم دخترم اشقلومو به کنیزی خواستگاری کنم تا یه سر و سامونی به زندگی بیدر پیکر نوکرت بده. تو اومدی ریحونه رو از من میخوای؟ خواره دیگه داشتم، شنیدم دختر خوشگل و خونداریه و به درد من حقیر عالی میخوره. تو نهیری کور خوندی اوسکازم، من با آدمی مثل تو دختر نمیدم. برا مگه من شمه؟ تو در الواتی و مردم آزاری دست شم رو از پشت بستی. دست شمین اون دادش زمین. اون که دخترتونی؟ نباشه، ولی تو خونه من که هست. باشه، بازم به هم میرسیم. خرشیتون لعنت.
زل زدیم. مگه این هفت هشته اصل نهیدی که من با درس غذا بخورم؟ ای بار چرا؟ غذا تو بخور، کلاس دیر میشه. رسید ارشاد چطوره؟ خوب بوخت و دوز میکنه این؟ ای بد نیست. بایی کرد بخورم. انشالله امسال که تصدیق توی گرفتیم یه شوهر عالی با صد پیدا میکنم. چی؟ برای من؟ من شوهر نمیکنم. سلام ریحون خانم. سلام دوشفر. آ مصطفی خونه است؟ آره بیا تو. کی بود؟ من بودم. سلام علیکم. سلام. روغن آوردی؟ بله. بیارش اینجا. بفرم. نهار خوردی؟ بله خوردم. خب برو در دکون، منم طرف های عصر میام. چشم. خداحافظ شما. خدا نگهدار. دلت میخواد کمکت کنم؟ نه خودم میشورم. خب تو بشور، منم آب میکشم. نه خیلی چار، تو دهن خود تو آب بکش. خب نه خود چه تو میشه. در حیاتو ببن. چشم ریحون خانم، چشم. گردنه آخرش چند؟ آخرشه میخوای بخر نمیخوای نخر؟ نمیخرم. مثل اینکه نوبرش آورده از سیبایی به این مزخرفی میخواد پول خون باباشو بگیره. اینقدر بر نزن، نمیخوای برو جای دیگه بخر. خب معلومه که میرم، چه بد اخلاق. یه کمی برو مردم داری رو از آقا مصطفی میوه فروش یاد بگیر. یک میری سلام اسکازه. چیه بابا؟ چرا اوقات تلخه؟ اوقات نمیذارن از دست این مشتری ها کفر آدم بالا میاد. چپ میری آقا مصطفی الهست، راست میره آقا مصطفی بلست. نشد یه دفعه به من اون توی جوب بره. اگه خدا تو شد ولکن بابا سلوات بفره. نه اینطوری رو میشه، به اینجام رسیده. کاری میکنم که خونه زندگیشو ولکنه و دره. چه کاری؟ تو شاگرد آقا مصطفی رو میشناسی؟ خوله رو میگی؟ آره رفیقمه. چطور مکه؟ خاطر خره ایهونه دختره مشکلمه. نه بابا راست میگی. تو بری خودم تحتوی کار در بردم. خب بعدش دیگه با من میدونم چی کار کنم که آقا مصطفی هم دختره رو بیرون بندازه هم خودش بذاره هم محل فرار کنه. دوش هستن و چه ورجه بوده ای میکنه. آره ای هستن بس تک تکی اصلا اینجا بینم حسنه. سلامت کو. یادم رم بعد طرف بود. سلام یادش رفته. خیلی شنگولی بسه. چپچت خروس میخونه چیه؟ نه بابا چیزی نی، همینطوری علکی خوشم همینجوری. آره تو بمیری بمان کلک بینه. از خونه آقا مصطفی میان. آره چطور مگه؟ خب معلومه دیگه، بقیهش روشنه. دخترم ازت خوشش میاد. ریحونه؟ ای همچین نه والا، بالاخره دختره رو اسیر خودت کردی. ولی گوش کن، همینطوری نمیشه. باس یه کاری انجام بده میفهم. خب مثلا چه کاری؟ مثلا این که تو با دختره من اصلا حرفشم نزن. حالا دلخور نشو بیا
بیا بریم مهمون من تا بهت بگم چی کار بکنی. تا بگم چی کار کنی که آب از آب تکون نخوره. نه بابا من باز برم. آخه در دکون کسی نیست. نه بکنم مادم. خیاله جونتو زود بر میگردیم. آره. بیا بریم. زود بر میگردیم. آره بیا. آره خب بریم. حسن محمود آقا حسن رو نهیدی؟ نه آقا مصطفی از دور که رفته بر نگشته قربونه تو زهر مار کدوم قبرستونی بودی؟ قبرستون نبودم رفت بودم با بچه ها دوا خوری خانوش دهانه دو شیر میده قاعد کردم دیگر این کارا نمی کنم اش تقصیر اوز کازم بود به خدا دیگه نبینمت با اون نامرد نالوتی این ورمر بریا عوض این که به فکر اون مادر پیرت باشی تکیه گاهش بشی زندگی تو به لاجان میکشی یه رفته یه الف بچه بودی که اومدی پیش من حالا که فرق دست شب راست و فهمیدی واسه من عرق خورم شدی؟ ببخشی غلط کردم بیا نمیخورم خلاصه بهت میگم اگه یه دفعه دیگه با اون لاتلوتا ببینمت به سید الکریم سکه یه پولت میکنم حالا گم شو برو سرکارت چشم الان میرم چه جور می جوشه سمو بره تو خونه با اون سینه گرمش با سر آب
باز میخونه. دست درد نکنه دو برای که پیرشی دخترم دخترم گفتم که پسر مجبور تو رو خریده اون حق نداره دست رو تو بلند کنه اون یه موقعی بیا برایی داشت و وارد گود میشه حالا اگه تو روش باستی فوری جا میزنه مسئله که میگن گربه چه پیر میشه موش جلوش لرزی میرم حالا حکایت آقا مصطفی خوده بود بلش کن بابا تو خودت باش سلام فکرشم نکن داشت هستم عشق تو بکن این یکی ها بگی به سلامتی من بخون بگی بزن نه نمیخور هر چی فکر میکنم ببینم به سر من حق داره آخه من نمیتونم تو روش بایستم تو هنو بچه ای بسه میترسی دست روش بلند کنی از قدیم گفتن تو بزن تا نزدنه داره با میترسه میترسه آخ مصطفی بزنه و لطف پارش بکنه که دختره دیگه ازش خوشش نیاد خفه کن میگیری نه تو کوتا بیا بگی بیشی اینجا که جایی دعوانی بیشی سر جا بیشیم پسر بیشیم تا بهت بگم چیکار کنی که دیگه دست رود بلند نکنه حواست جمع کن ببین چی بهت میگم داشت حسن حسن گوش کن ببین چی میگم بذار تو نواد بذاری ریحونه از دستت بره اون تو رو دوست داره دوستت داره آخ مصطفی نقشه کشیده که اونو برای خودش نگه داره اون نمیذاره کسی دیگه دختره رو صاف بشه اگه دیر به جنبی سرت گلا رفته حالا من راشو بهت نشون میدم کاری کن که دختره رو تنها گیرش بیاری اون وقتی که نباس معطلش کنی نه نمیتونم نمیتونم نه
چرا نمیتونی؟ خیلی هم خوب میتونی. تو حالا دیگه با سیفونت مردی شدی. بچه نشو. هر کاری میگم بکن. یادت نره. یادت نره. یادت نره. حسن، بله. بیا این گوشتو با یه پاکت پرتقال ببر خونه، به ریحونه بگو چون شب جمعه است، من رفتم شاب دلزیم زیارت، زورم بر نمیگردم. چش زود برگردی در دو باشه، یاد نره. سلام ریحون خانم. سلام. چی؟ ها مصطفی اینا رو داده که بیارم خونه. خیلی خوب، ببرشون تو اتاق، من دستم خیلی. باش. آقا مصطفی خودش کجا؟ داشت یادم میرفت. آقا مصطفی گفتش میره شاب دل زیم، زارم نمیاد خونه. بذارشون تو تاجه. ای بچه. خب، کاری نهاری؟ نه، ولی اگه چای میخوری حاضر. بشین تو برات بیارم. قربونش. قربون دست ما رو خجالت دید. نداره الان پاکش میکنه. Oh!
تا نوکرتم یه جب شیش بازی رو بردم کمک کن برسات نگی جانم جب شیش دوباره بدیم آقا تاس به توهین کرده جانه با شما رو به کار جبچش بفچش یه واسم جور میکنی داره جهر میزنی بازی رو باختی دیگه برو به این که در میزن باختن که این حرف رو نه این حرف رو میشه سلام علیکم چه خبرت با مگه حالی استاد من آره بار تو سلام علیکم بابا سلام چه عجب داشت هستن بفرما بیشی بینم خیلی عقبتون گشتم چه او بگو بینیم لپت چرا را را شده چیزی نی جای پنجوله من ببینم خوب نکنه جای پنجوله دختره آره خودش بابا دست کن تو در فردی دست شیطون از پشت بزدی خب تعریف کن بیرین آفرین شیرین کاشتی حالا اگه آموسته نباشه بهش سر میزنم بگیری این پولم پلوت باشه لازمت میشه بگیری نه نه بگیره تو بری نمیخوای از دل ریحونه بره بیرون داشت اصنم سر عقل بیاد تا من بتونم این دوتا رو با هم خوشبختشون کنم ای خدا خودت یه راهی نشون بده تا پیش مشغولم رو سیاه نشم یا رب العالمین چی شده دختر؟ هیچی از چرا پرده افتاده؟ پام بهش گرفت نکنه باز یاد ننه بابات افتادی؟ آره بابا تو که جیگر ما رو آب کردی با این گریاد روح اونا رو عذاب میدی حالا دختر خوبی باش بلنش این کاوه رو تر تمیز بشه رو بیا تا یه دلی از عذاب در بیاریم بلنشو دخترم بلنشو بیا مصطفا دست تنها شدی؟ ای، آره پس داشت حسن کجاست؟ نمیدونم، شاید خوابش برده، 2 کیلو بسه؟ بله، بسه قربون دسته خدا حافظ خوش اومدی چلک دیگه که با سوار کنیم اینه که دخل دکونشو بزنیم حالا که داشت حسن نی، بهترین موقع است موچی خان، اون تو رو نمیشناسه با آقا مصطفا بگو احمد آقا لباسجور تو رو فرستاده کارت داره برو خیلی خوب من رفتم تو برو اون بغل مراقب پشت من خبرت کنم خیلی خوب
آقا مصطفی شمایی؟ بله، فرمایشی بود. فرمایش که چه عرض کنم، احمد آقا لباس شور گفتش بیام به شما بگم که باهاتون کار داره. خیلی خوب، قربون تو. یا علی، یه دقیقه موضوع دو کن باشنو برمیگرم. چشم. چی میخوای آقا؟ یه کیلو تخم مرغ. مگه گیرت نیارم؟ زروش بخوری بخوری، خرج امروز آقا مصطفی دخلش داده. Thank you.
برداره؟ بذارش زمین، واسه کمرت خوب نیست. یه از این عفاش گذاشته. این حسنه پاک آب شده رفته تو زمین. زمین و زمون رو زیر رو کردم، پیداش نشد که نشد. این درد لاکردارم پاک منو از زندگی انداخته. خب اون نشد، یه شاگرد دیگه بیار. آخه مگه میشه دخل دکونو به هر کس ناکس سپرد؟ نه نه، اصلا پاک مثل دیوونه ها شده. همش سراغ اونو از من میگیره. هرچی قسمایه بهش میدم که منم خبر ندارم، باورش نمیشه که نمیشه. پیرزن بیچاره از دست اون شب و روز نداره. خب کاری نداری؟ نه. زور میای خونه؟ آره، خداحافظ. خدا نگهدار. مصطفی، این نامه داش حسنی که از مشهد اومده. کاری نداری؟ نه. آقا مصطفی، ببخشین از اینکه بی خبر گوشتم رفته. به مادرم بگو واسه من دلواپس، تا آخر هفته دیگه برمیگرد. یا الله، یا الله. کیه؟ بفرمایید. سلام ننه. سلام از ماست مادر جون، خدا بد نده. راحت باش، راحت باش. چه کنم، بیخبری اساسم داره دیق مرگم میکنه. ننه جون، واسه خبر خوشی دارم. چه خبری پسرم؟ این نامه حسن که از مشهد اومده. الهی شکر، بالاخره معلوم شد کجاست. دیدی مادر، بهتون گفتم طورش نمیشه. صد هزار مرتبه شکر، پسرم رفته زیارت. خب ننه جون، توش چی نوشته؟ هیچی، سلام و احوالپرسی. یکم نوشته که تا آخر هفته دیگه برمیگرده. خدا عمرت بده آقا مصطفی، خوشحالم کردی. خدا اجرت بده پسرم. ای وظیفه‌م بود ننه جون، کاری نکرد. خدا خیرت بده. تو که میدونی من جز حسن نون دراره دیگه ای ندارم. اگه شما نبودید تکلیف من چی بود؟ ننه جون، تا نوکرت بداری هیچ قصه ای نخور. هر کاری از اصلا بر بیاد با جون و دل برات انجام میدم. حالا دیگه من میرم، هر وقت کاریم داشتی خبرم. چشم بزنم. خداحافظ. به سلامت، خدا نگهدار. دل درد میکنه. نمیدونم تو چته؟ چند وقته که یه طوری دیگه شده. هر روز رنگ رود زرتر و لاغرتر میشه. چیزی؟ چرا بهم نمیگی چته؟ خدا، چیزی نیست. لا اله الا الله. اگه ناخوشی و مرضی داری بگو برام پیش دکتر. نه دکتر، نه، من پیش دکتر نمیام. کجا رفتی؟ باشه ببینم. باشه بایستا، بایستا ببینم برای چی بیشتر کنم. برای من هیچیم نیست، هیچیم نیست. رنشا، برای پیشتر رنشا، دکتر نمیام، بلم کن. دیوونم کردی دختر، نمیشه، باید بیای ببینم چه مرگه. من نمیام بابا، بلم کن، بلم کن. من خودمو میکشم. برای چی؟ چی شده؟ گفتم چی شده؟ چرا خفه خون گرفتی؟ بگو چی شده؟ نمیتونم، نمیتونم. نکنه.
حاملش. من دیگه نمیخوام زنده بمونم. دختر دیوانه آبروی منو بردی. تو با این کارت پاک منو از زندگی انداختی. میکشمت. میکشمت. خدایا، مگه من چه گناهی کرده بودم که اینطور منو ذلیل کردی؟ چرا؟ چرا؟ من خودمو نابود میکنم. من دیگه نمیتونم سرشکستگی تو رو ببینم. نمیتونم. تمام شخصیت توئه. تقصیری توئه که منو دختر خودت میدونی. آره، دخترم، دخترم. من دختر تو نیستم بابا، نمیخوامم باشم. بزرگ شدم که هر کی رو بخوام دوست داشته باشم. چرا تو هنوز منو به چشمی یه دختر بچه نگاه میکنی؟ چرا؟ منم انسانم، منم دل دارم. تو خیال میکنی من هنوز همون دختر بچه 8-9 سالم که با عروسکش بازی میکنه؟ آره. پدر این بچه کی؟ گفتم پدر این بچه کیه؟ حسن، داش حسن خودم. تو به این روزگار این عاقبت خوبی؟ پسر این خل دیوونه، مگه گیرت نیارم؟ مگه گیرت نیارم؟ حسن باورم نمیشه، باورم نمیشه که حسن این نامردیو کرده باشه. دار کیه اومدن؟ سلام و زهر سلام عرص سلام کن. خجالت نمی کشی احمق؟ چطور رو میشه؟ نامرد ناروتی، کسافت کاری میکنی و میذاری در میری؟ بی معرفت، بی حیا. به تو میگن آدم؟ آقا من خواهد آقا تو آبروی هرچی مرده بردی. اگه دختره رو میخواستی چرا بهم نگفتی تا خودم ترتیبشو بدم؟ ببخشی، غلط کردم، نفهمیدم. به خدا دیگه این کارو نمیکنم. احمق، دیگه کدوم کار؟ آخه پسری بیشور تو نباید بدونی چه کاری خوبه چه کاری بده. به خدا نوکرتم، هرچی بگی حق داری. خوب گوشاتو واکن ببین چی میگم. تا آبرو ریزی نشده باید کرک کارو بکنی. چاکرتم، هرچی بگی قبول دارم. حرفشو. حالا چه دیر وقته، صبح اول وقت سر ساعت 8 میری منزل استاد کمال محضردار. اونو با خودت میاری اینجا تا عقدتون بکنه و شر کارو بکنه. فهمیدی؟ آره فهمیدم، خوبم فهمیدم. حق که آقایی، بذار دستش. لازم نکرده. خیلی خوب، برو گم شو. گوش کن، سر ساعت 8. اما به هیچ کس از این قضیه حرف نزنی. یا چشم، نمیزنم. خیلی خوب، برو گم شو. خدا جون، خدا جون چاکرتم. به مولا تا عمر دارم خاک زیر پاشم. یه غلطی کرده بودم که خودت نجاتم دادی. قربونت برم خدا، فردا صبح من ریحون خوشگله زن و شوهر میشیم. از خوشی دارم پر در میارم. داش حسن، سلام. سلام فکمتی جون. از این طرف خوبم. چند تا بس خیلی روشنی. آره جون، تو روشن روشن. خب چه اومدی بسه؟ یه ساعتی میشه. بینم آقا مصطفی فهمیده؟ آره که فهمیده. بینم فهمیده و هیچی نگفته. آره بعدم بهت میگم. آقا میدم بابا تو هم نرد که در نمیره. اگه بیای اوسکازم خیلی خوشحال میشه. بریم. باشه بریم. بریم یه سری به خونه بزنم و باهات بیام. باشه بریم. اومدی؟ سلام علیکم ننه. خودمونه ننه برم.
پسره دیوونه ای من مادر پیرتو تنها میذاری و میری اینه رسم روزگار ننه جون رفته بودم زیانه چرا نگفتی؟ جون تو ننه یوهای گشتم و رفتم به حالشم پشیمون شدم که چرا تو رو با خودم نبردم شاید آقا منو نمیخواست قسمتم نبود این حرفا کدوم ننه همش تقصیر من بود ناراحت نشو قسمت تو هم میشه ایشالا دفعه دیگه من که نمردم ننه خودم میبرمه باشه ننه اگه زنده بودم و نمردم آخه حالا بگو ببینم شوم خوردی؟ آب بابا نخوردم تا تو دست رو تو بشوری دوتا تخم مرغ واسط نیم جون میکنم من مهمونم ننه چی؟ از را نرسیده مهمونی؟ کجا ننه جون؟ مهمونه برا بچه ها کدوم برا بچه ها؟ از کازم و سید مهتی دیگه الهی زیر گل برن ننه مگه قول نداده بودی که دیگه با اون لشا دم خور نشی؟ چرا بابا قول داده بودم ولی جون تو آخریشه حالا بگی امشت واسط سوقاتی آوردم خودم دور حرم تعافشون دادم تازه یه خبر دست اولم واسط دارم که فردا بهت میگم چه خبری ننه جون چرا حالا به هم نمیگی؟ ده باشه فردا ای بفهمی ها از خوشحالی شاخ در میاری خب حالا دیگه من رفتم ننه حسن جون زود برگردی ها چشم زود میام خیالت راحت بشه سلام علیکم سلام علیکم افسر خانوم این داش حسن از رفیقای خوبمونه خوش اومدی برین تو الان شما طبیعی به سلامتی قربون تو خوشی خون از داش حسن حسابی پذیرایی کن شاش موسا خب بگو بینیم از اون قضیه چه خبر آقا مصطفی فهمیده آره فهمیده فهمیده و چیزی به تو نگفته نه چیزی نگفت همین آره همین جلال خالق آقا مصطفی خیالاتی داره وگرنه با این بی‌آبرویی که واسش پیش اومده به این سادگی رو نمیگذاش بارمون دست با تو هم اگه منو سیاه کرده باشی تیکه بزرگت گوشته فهمیدی یا نه؟ جون تو سیاه بازی تو کار نی؟ بفرمایی چیتی تو هم؟ اخما تو واکن مرد اومدی خوش باشی یا مثل برج زهره مار بشینی و منو نگاه کنی ببین داداش بزن تا مجلس گرم بشه آره بابا بزن میخوام از خوشی تو صبح برقصم